توجه شما را به این موضوع جلب می کنم که امواج نورانی خورشید در مواجهه با اتمسفر زمین که شامل تمرکز گازهای کربونیک و غیره می بوده به رنگهای رنگین کمان تبدیل شده و روی کره زمین به طور گسترده منتشر می شود. حال تصور فرموده در شرایطی که در هنگام عصر در مناطقی از روسیه تا قلب زمین یا خاورمیانه و تا آفریقای شرقی وقتی خورشید زرد رنگ دیده می شود که بدین معنی است که در آن هنگام نور زرد خورشید در آن مناطق در حال دریافت شدن است، همان طیف رنگی به صورت روشن‌تر در شمال و تیره‌تر در جنوب روی پوست بومیانشان قابل رؤیت است و در همان موقع همه طیف‌های رنگی دریافتی از نور خورشید در مناطق مختلف زمین هم رنگ پوست بومیان این مناطق به نحو روشن‌تر در شمال و تیره‌تر در جنوب می‌باشد که در همان لحظه در هند غروب تجربه می شود که اگر توجه فرمایید رنگ نارنجی دریافتی از خورشید در آن مناطق نیز روی پوست بومیانشان به همان نحو روشن‌تر در شمال و تیره‌تر در جنوب به رؤیت می رسد و در همان هنگام فریکونسی دریافتی از نور خورشید در آسیای شرقی و در استرالیا قرمز است که بسی روشن در شمال شرق آسیا، در چین به طور مثال و تیره‌تر در جنوب مثلا در سنگاپور و یا تیره تر در استرالیا روی پوست بومیانشان دیده می شود. و باز در همان هنگام در اروپا فریکونسی سبز نور خورشید در حال دریافت است که از آنجایی که این موج رنگ پایه بینایی است ما آن را روشن متصوریم که پس در آن هنگام که رنگ سبز خورشید دریافت می شود خورشید روشن و سفید به نظر آمده و در اروپای شمالی روی پوست بومیانشان بدین شکل رؤیت می شود و همان فریکونسی به صورت تیره تر در اروپای جنوبی تر روی پوست بومیانشان متجلی است، مثلا در جنوب ایتالیا، و همان طیف رنگی به صورت تیره تر در آفریقای غربی قابل رؤیت است. و در قاره آمریکا نیز طیف‌های رنگی بنفش و آبی و رنگ قابل رؤیت در سحر و صبح در آن هنگام در حال دریافت شدن است که به همان نحو روی پوست بومیانشان جلوه‌گر است. متشکرم.